با سلام خدمت دوستان گفتار عمومی 126 خودمون رو شروع میکنیم اول دیماه 1401 این گفتار پنجمین بخش هست از مجموعی که ما در مورد نسل کشی به اون پرداختیم در جلسات گذشته نسکوشی در آفریقا بعد نسکوشی ارومنه نسکوشی و کشورهای سیاسی بزرگ شوروی و بعد اوکراین رو ما داشتیم و امروز بحث ما در مورد ژاپن و نسکشی یا کشتار سیاسی بزرگی است که این کشور در فاصله تقریبا سال 1931 تا 1945 که شکست مخورد در جنگ جهانی دوم در چین به طور خاص ولی به صورت عمومی تری در آسیای جنوب شرقی و در منطقه‌ای که در جنگ بود بعد تا 1945 انجام میده در مورد ژاپن تصویری که این کشور داشته در نزد خیلی از افراد و امروز داره خب تصویر کشور بسیار پیشرفته هستش کشوری هستش که اغلب تحسین میشه به دلیل اینکه تونسته یک نوع رابطه به نظر ایدهال ایجاد کنه بین سنت های خودش و تکنولوژی مدرن خب ژاپن امروز تلقی میشه به عنوان سومین قدرت اقتصادی بزرگ دنیا و همینطور ژاپن ام، به عنوان مردمانی که بسیار کوشا هستند بسیار زحمت کش هستند و آبادی رو که امروز دارن مدیون زحماتشون هستند شناخته میشن که هیچ کدوم از اینها هم نادرست نیست و همینطور تصویری که از ژاپن وجود داره تصویر جنایت بزرگ متفقین و آمریکا هست به طور خاص در جنگ جهانی دوم و بمباران دو شهر ژاپنی هیروشیما و ناکازاکی که صدها هزار نفر رو با بمب اتمی آمریکا به بهانه اینکه میخواد به جنگ پایان بده به کشتن داد و امروز بسیار معتقد هستند که این یک بهانه بیشتر نبوده و مسئله بیشتر این بوده که بمب اتمی آزمایش بشه در اشل واقعی برای این موضوعی هستش که جداگانه در شاید مباحث بعدی که ما به طور خاص به جنگ ها شاید بپردازیم به اون اشاره خواهیم کرد منظور من از این تر این مسائل این بود که به رغم اینکه تمام اون چیزی که تصویری که ما از ژاپن داریم درست است و همه اینایی که گفتم هیچ کدوم چیزهایی نیستش که نادرست باشه پیچیدگی مسائل اجتماعی و فرهنگی به ما حکم میکنه که درک بکنیم که چنین کشوری رویه تاریکی هم داشته و اون رو نباید فراموش کرد امروز بسیار از کسانی که مثلا از آلمان صحبت میکنند بی اختیار میگن آلمان فاشیست به دلیل پیشینه نازی که این کشور داشته در حدود 20 سال طول میکشه اگر از حتی از سال 1925 بگیریم که گروه‌های نازی شروع به کار میکنند تا انتهای زمانی که سقوط میکنه آلمان نازی در رود 20 سال هست و نکته که مهمه اینه که در ژاپن مدت در واقع کشتارها و خشونت هایی که این کشور انجام میده که از اواخر قرن 19 شروع میشه و ادامه پیدا میکنه حالا خواهیم گفت در جنگش با روسیه و غیره و بعد در چین و بعد در آسیا جنوب شرقی هم مدتش طولانی تره هم میزان کشتگان خیلی بیشتره و هم اصولا وحشیگری و بیرحمی که ژاپنشون میده در این جنایت جنگی و سیاسی دست کمی که از نازی ها نداره هیچ میشه گفت که به نظر اغلب کسانی که مطالعه کردن میشه گفت که با فاصله زیادی بیشتر از نازیسم است حالا اینکه چرا در تصور جهانی این تصویر به وجود نیامده اون یک بحث جداگانه است که یه مقداری هم برمیگرده به خود اینکه رسانه ها و تاریخ غرب چندان تمایلی ندارن بعد از جنگ که پوشش بدن جنایات جنگی ژاپن رو و دلیل اینکه ژاپن دیگه تحت اختیار اونا در اومده و بخصوص به خصوص به دلیل اینکه اون جنایت جنگی بزرگ رو خودشون انجام دادن که بمباران اتمی ژاپن هست و بمباران های قبل از اون که شهرهای ژاپن رو عمر تخریب کرده و همینطور جنایات جنگی دیگه که متفقین مرتکب میشن در کشورهایی که مثل آلمان باش در جنگ بودن جنایت یک طرف جنایت طرف دیگه رو به صلاح منتفی نمیکنه و به همین دلیل هم خب ما شاهد این هستیم که خود آمریکا به خصوص به بسیاری از جانیان جنگی چه در آلمان ایتلری و چه در ژاپن امکان این رو میده که منتقل شن برن به کشورهای دیگه در مورد نازی ها میدونیم که این انتقال به آمریکای لاتین انجام میگیره در مورد ژاپنی ها خیلی ها شما آمریکا میرن و به هر حال یا به جای دیگه و کمک میشه بهشون به هر حال که جنایت جنگی ژاپن پوشیده بشه ولی این جنایت اهمیت داره در درکش برای اینکه ما بتونیم بفهمیم چطور یک کشوری میتونه به جایی برسه به میزانی از خشونت برسه که ما در این تیپ از جنایت جنگی مشاهده میکنیم به اون چیزی که اون صحبت که ما امروز میکنیم در بعضی از موارد بسیار بسیار وحشتناک هستش از لحاظ جنایت جنگی که مرتکب شدن ژاپنی ها و این هشدار رو من میدم که دوستانی که این صدا رو گوش میدن به این مسئله دقت داشته باشن اما شروع صحبت ما همیشه با به اصطلاح اشاره از به ادبیات موجود در مورد ژاپن کتابی که پوشش بده مسئله جنایت جنگی ژاپن رو زیاد نیست مقالاتی هست ولی به هر حال کتابی من دیدم منتشر شده با عنوان کتاب نانکینگ شرح جنایات ژاپن در چین نوشته ایریس چانگ و ترجمه آقای غلام حسین میرزا صالح که نگاه معاصر اون رو منتشر کرد به جز این در مورد تاریخ ژاپن خب آقای هاشم رجبزاده بسیار شخصیت معروفی هستند که به صورت تخصصی خیلی کار کردن بر روی ژاپن، فرهنگ ژاپن، هنر ژاپن، تاریخ ژاپن از جمله کتاب تاریخ ژاپن هست که جهان کتاب منتشر کرده و همینطور در مورد دوران میجی که دوران شروع مدرنیت است به نوعی در ژاپن کتابی از دانالد کین با ترجمه آقای هاشم رجبزاده منتشر کرده جهان کتاب و کتاب دیگه هم ما داریم که کتاب بسیار مهمی هستش کتاب دو جلدی هستش که سالها پیش منتشر شده با عنوان شناخت ژاپن که کتاب بسیار خوبی هستش که ترجمه آقای احمد بیرشک است و انتشارات خارزمی منتشر کرده گروه از نویسندگان کتاب رو نوشتن که من این کتاب ها رو به علاوه تمام منابعی که روی اینترنت هست و میتونید تحت عنوان جنایات ژاپن در چین اونها رو به دست بیارین رجوعتون میدم جنایت ژاپن در طول جنگ جهانی دوم جنایت ژاپن در منشوری یا جنایت ژاپن در نانکین معمولا با این واژگان خیلی سریع میتونید به مطالبی که ما در اینجا میگیم برسید و خب برمیگردم به اون نکته ای که بحث رو ما با اون شروع کردیم و در این صحبتی که امروز دارم میخوام مقداری علاوه بر شرح به موضوع روی اون تعمل کنم این از که جنایات ژاپن در جنگ جهانی دوم و تقریبا از ابتدای قرن بیستم تا زمانی که جنگ شروع میشه واقعا حیرت انگیز هست و وحشتناک هست از هر لحاظی که بگیم از لحاظ تعداد و از لحاظ نوعی که این جنایات دارن و این نکته از این لحاظ مورد اهمیت هست که این جنایات به وسیله یک کشور عقب افتاده انجام نمیشه این ژاپن جنا... باید دقت داشت که در ابتدای قرن بیستم یک کشوری هستش که برخلاف کشورهای آسیایی و منطقه شرق کشور پیشرفته هستش کشوری هستش که صنعتی شده و اینا رو خواهم گفت و کشوری هستش که فرهنگ در اون در سطح بالایی قرار داره و به این ترتیب وارد چنین جنایاتی میشه یعنی همونطور که ما اون شکر رو در مورد آلمان میبینیم که به بسیاری از افراد وارد میشه که چطور اه، اه، کشوری با فرهیختگی آلمان میتونه وارد یک فاجعه‌ای مثل هولوکاست بشه این رو کاملا میشه در مورد ژاپن هم گفت و باید روش تعمل کرد و دلایل رو شکافت بس این نیستش که ما بخوایم کشوری رو فرهنگی رو کوچک کنیم تأخیر کنیم یا به زیر سوال ببریم در فرهنگ هر کشوری از جمله کشور خود ما اگر دقیق بشیم و بریم به لایه های عمیقش بخش های از تاریخش و غیره میتونیم به چنین صفحات سیاهی برسیم و ببینیم که چطور ممکنه بخشی از مردم یا همه مردم درون یک نوع جنون قدرت جنایت و غیره قرار بگیرن ولی این چیزی از فرهنگ اون کشور کم نمیکنه ولی باید این آسیب ها یعنی این جنایات تحلیل بشه نه به عنوان یک امر عادی بلکه به عنوان یک امری که به نوع یک بیماری بوده یک نوع صدمه ای بوده که این کشور نه فقط به جاهای دیگه زده این فرهنگ نه, ف... نه تنها به فرهنگ های دیگه زده بلکه به خودش زده و به عنوان یک لکه ننگین در تاریخ اون باقی میمونه واقعا پنجاه سال اول قرن بیستم یک لکه ننگین هست در تاریخ ژاپن که هرگز پاک نخواهد شد و ژاپن باید در این مورد کاملا با خودش صادق باشه و این جنایات رو هرچه بیشتر در مرز افکار عمومی قرار بده و از اونها به نوعی رمزگشایی و تسخیر زدایی بکنه تا بتونه به طرف جلو بره هم کاری که آمریکا باید نسبت به تاریخ بنیانگذاری خودش انجام بده